دیدار رهبر جبهه مقاومت احمد مسعود با هیئت طالبان در مسکو. غصب مصلی عبدالعلی مزاری در کابل. بینندگان گرامی، درود و سلام بر شما. باز هم به مهمترین خبرهای این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار. اسدالله سعادتی از اعضای حزب وحدت اسلامی میگوید که افراد فرصت طلب با دنبال تصرف ملکیت های مصلی عبدالعلی مزاری بنیانگذار این حزب اند. او شام روز یکشنبه 29 مقرب با جمعی از افراد با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر طالبان دیدار کرده است. سعادتی گفت با معاون نخست وزیر طالبان را مفید خواند و گفته است که امید است با پیگیری منظم هواداران خط عدالت خواهی و همکاری مقامات حکومتی دست غاصبان از ملکیت های عامه کوتاه گردد. در این زمینه یک منبع بر روزنامه اطلاعات روز میگوید که غصب مصلی مزاری جدی است. با گفته این منبع پسر سید فاضل در تلاش است تا سندی آماده کند که نشان دهد زمین مصلی مزاری به نام پدرش بوده است. منبع مدعی شد که این فرد با پرداخت مالیه بیشتر از دکانهای اطراف مصلی تلاش دارد طالبان را متقاعد کند تا سند را به نام خودش جور کند. مصلی مزاری در منطقه غرب کابل است. در حکومت اشرف غنی قرار بود که این مصلی بازسازی شود. پس از حاکمیت طالبان پایین کشیدن عکس مزاری از سر مصلی او جنجالی شده بود. طالبان در دوره حکومت قبلی خود مزاری را در ابتدا اسیر و سپس کشتند. به اساس یک خبر مهم دیگر، رهبر جبهه مقاومت محترم احمد مسعود با هیئت طالبان در مسکو دیدار و گفتگو کرده است. تا حال جزئیات بیشتر در این مذاکرات منتشر نشده است. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان خوش. الله نگهدارتان.